شماری از استادان و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج در اعتراض به انتشار مطالب توهین‌آمیز نسبت به اهل سنت در این دانشگاه دست به تحصن زدند. به دنبال این تحصن، عملا این دانشگاه دو روز به حالت تعطیل درآمد. معترضین خواستار پاسخگویی کارگزاران حتی که رژیم به باورهای مذهبی اهل سنت هستند. بازنشستگان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان تجمع کردند و به قسط‌بندی و پرداخت نشدن حقوق خود اعتراض کردند. یکی از کارگران بازنشسته گفت ما بارها نسبت به این شیوه پرداخت حقوق اعتراض کردیم، اما هیچ توجهی به خواسته ما نشده است. یکی از بازنشستگان در مورد وضعیت بازنشستگان گفت نمیدونم واقعا ما که مسلمان هستیم به قول معروف ماه رمضان، حالا گفتن که ماه رمضان و بالاخره روزه و یه مقدار یه وعده غذایی کمتر، دیگه نگفتن که اصلا هیچی. در حال ماه رمضان خود به خود یه مقدار به خاطر روزه گرفتن یه مقدار مخارجه فرق میکنه به بازم بطه این ماه ها. دیگه حالا واقعا شاید در یکی اصلا رو حتی ایمان و مسائل عقیدتی و بچه هم شاید تأثیر داشته باشه بیتودی و این وضعیت ما، ولی روزی که هستیم اصلا نه تنها روزی، ولی واقعیت این هست که ما اصلا از نظر مالی که تحف کنم که زندگی مطلق شده از نظر حیثیتی هم دیگه رفتیم زیر فعال، از نظر حیثیتی هم رفتیم زیر فعال. واقعا ما یه دلیلی داریم که حتی بعد از بازنشستگی نمیتونی بدی همونو فرضاق بکنیم. مثلا ما حتی بعد از بازنشستگی اصلا هستم که میرن تحصیلات بگیرن از بانک، حالا به حسابی که این حقوقی مثلا بعد از دانشجویی میگیرن که بلکه بتونن به دیاشون پیدا کنن که بانک‌ها به خاطر بد حساب بودنشون که یه بد حساب بودن اجباری هم هست دیگه تحصیلات بهشون نمیرن. اینا رو اصلا جبران شدنی نیست، یه استعلام میکنن مثلا چون سه سال توی شما تست ما سمیت وام نمیرن، این ضررها رو اصلا جبران شدنی شاید نباشه. ما نمیدونی واقعا به چی باید بگیم اینا رو. مثلا بنده بعد از بازنشستگی هم دیگه امنیت ندارم اصلا توی مملکت. کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در مقابل ساختمان حراست این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 23 ماه حقوق عقب افتادی خود تجمع نمودند. در شیراز کارگران مخابرات راه دور فارس به خاطر 26 ماه حقوق معوقه خود در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. این کارگران که تعداد آنها بالغ بر 350 نفر می شد پلاکارت هایی را با خود حمل می کردند که از جمله بر روی آنها نوشته بود ما 26 ماه حقوق نگرفته ایم و در این ماه رمضان نه سحری داریم و نه افطار و چیزی برای خوردن نداریم.